درود و وقت بخیر خدمت همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوایم بریم تمرین حل کنیم. تمرینی که داشتیم یه چند تا نکته داشت، بخاطر همه ممکنه که حالا یه کوچولو براتون چالشی بوده باشه. با هم دیگه بریم بررسیش کنیم ببینیم چجوریه. خب قرار بوده شما یه حالا CNN رو روی یک تصویر برید پیاده سازی کنید، خب، و حالا این حل دستیش رو انجام بدید. اتفاقی که افتاده چیه؟ اگه نگاه کنید، خب ما یه دونه کانولوشن دو بعدی داریم که حالا میخوایم ببینیم چه چیزهایی اینجا هست. خب اولین چیزی که گفته دو تا کرنل داشته باشه و سایز کرنل ها رو 3x3 گفته برامون، و حالا گام حرکت رو هم 1x1 گفته، یا به اصطلاح بگیم در راستای X ها یک واحد و در راستای Y ها یک واحد. خب این از این. توی لایه دومی که داریم میبینیم اومده گفته 3 کرنل داریم که 1x1 هستن این کرنل هامون، و خب گام حرکتشون هم همون 1x1 قرار داده، و در نهایت هم یه دونه مکس پول داریم، یه دونه لایه مکس پول داریم که خب مکس پولمون دو در دو هست و اون گام حرکتش هم 1x1 هست. خب دارید اون حالا تصویر رو میبینید، ایه اون تصویرمون هست. خب پیکسل ها رو مقداراش داخل این حالا مشخص. اینجا هم که حالا اومده یه سری پارامتر رو تعریف کرده، من کاری به کار این ندارم، فقط حواستون باشه که گفته از پدینگ استفاده کنید که در از همون به اصطلاح زیرو پدینگ دیگه. خب ما میخوام بریم اینجا از زیرو پدینگ استفاده کنیم. خب ببینیم چجوری این کار رو میشه کرد. من فقط حالا همون تصویر رو عدداش رو اینجا رو بردم. قبل از اینکه بریم حالا تمرین رو حل کنیم بگم، خب چون خیلی محاسبات داشت ممکنه یه جایی اون وسط ها اشتباه شده باشه، خب و من تمام دقت همو کردم که این اتفاق نیفته. اگه اینجوری بود به دل نگیرید دیگه. خب بریم ببینیم چه خبره برام. خب همونجوری که حالا دارید توی تصویر میبینید، ما یه ماتریکس داریم که 5x5 و اون حالا پیکسل های تصویرمون توش مقدار دهی شده. خب اینها رو هم که بالا داشتیم، من دوباره تکرارش نمی کنم. برای اولین مرحله‌ای که میخوایم جلو ببریم باید زیرو پدینگ رو انجام بدیم. خب برای این که ببینیم چه زیرو پدینگی میخوایم انجام بدیم، یعنی که چقدر باید ابعاد زیرو پدینگمون باشه، یه فرمول داره. فرمول هم اینه: تعداد حالا اون ابعاد زیرو پدینگمون برابر با تعداد ابعاد کرنلمون، بهتر بگیم ابعاد کرنلمون منهای 1/2. خب توی لایه اولی که داریم کرنلمون 3x3 هست. خب برابر این کا میشه 3 و حالا منهای 1/2 که در نهایت 1 رو بهمون. ما قراره یک زیرو پدینگی به اندازه 1 رو دور تا دور تصویرمون اضافه کنیم. خب بریم ببینیم. بعد از اعمال زیرو پدینگ تصویر ما این شکلی میشه. خب دور تا دور میبینید یک مارجین هست که حالا ابعادش بگیم 1 پیکسله، آره، که همه اون دیگه 0 هست، اسمش هم همراهشه دیگه، زیرو پدینگ. خب و حالا اون وسط هم که تصویر ما هست. قبل از اینکه بریم ادامه بدیم، کی میتونه بگه که چرا ما زیرو پدینگ رو اعمال میکنیم؟ سایز تصویر کوچیک نشه، ابعاد تغییر نکنه. دقیقا همه این مواردی که میگید هست. هم این که زمانی که اگه من این زیرو پدینگ رو اعمال نمی کردم، اون کرنل 3x3 رو روی تصویر میزدم، اگه مثلا چندین بار این کار رو بکنم، مثلا چند بار چند تا لایه کانولوشنی رو روی تصویر اعمال کنم، دیگه عملا چیزی تش نمیمونه. ما
نهایتا یه دونه پیکسل خواهیم داشت و این خب باعث شده که تصویر ما کوچیک بشه. از طرفی هم دقیقا همون حرف هست، زمانی که شما کرنل رو بدون زیرو پدین روی تصویرتون حرکت میدید، اصطلاحا میگیم که گوشه ها رو کمتر تاچ میکنه، کمتر با گوشه ها برخورد میکنه و این باعث میشه اگه توی گوشه های تصویر یا اون بوردر تصویرمون اطلاعات مهمی باشه از دست بره و اونقدر روش بهش پرداخته نشه، اینجوری بگیم. خب پس بنابراین این دوتا دلیل ما میریم زیرو پدینگ رو اعمال میکنیم. خب ما اعمال کردیم، قرار کرنل هامون رو تعریف کنیم با یک سری مقدار رندوم و اینجا بیم رو تصویرامون اعمالش کنیم. من یک کاری که کردم، اومدم از کرنل سوبل استفاده کردم که حالا اونا هم ببینید و یعنی فرقی نداشت که فقط با یه سری عدد اینا رو مقدار دهی کنیم یا یه حالا کرنل معروفی مثل سوبل رو بیاریم. خب دو تا کرنل 3:3 باید اینجا استفاده میکردیم که من یه دونه هوریزنتال رو آوردم از سوبل و یه دونه ورتیکال رو آوردم. میدونیدم دیگه چه اتفاقی میفته، درسته؟ میاد اون اجهای افقی و عمودی رو از تصویر تشخیص میده وقتی اون کرنل روی تصویر ما حرکت میکنه. حالا اون قضیه زیاد چالشمون نیست. این دو تا کرنل رو قرار بریم رو تصویرمون اعمال کنیم. قبل از این که بریم این کار رو بکنیم، میخوام بهتون بگم که اون خروجی یا آوتپوت ما برابر با مجموع حالا اون کرنلی که روی تصویرمون میره و اعمال میشه. یا اینجوری نشونش میدن، سیگما سیگما اینپوت آی به علاوه کا و جی به علاوه ال ضرب در کرنل کا و ال. خب بعد از زیاد خودتون درگیرش نکنید، ما الان میبینیم چه اتفاقی در نهایت داره میفته. فرمش رو بردم که ببینیدش برمید. خب این رو تصویر ماست و اومدن کرنل رو با رنگ‌های مختلف روش حرکت دادم که برامون حالا یکم از نظر دیداری هم قابل درک باشه. خب بریم ببینیم چه اتفاق افتاده. ما اومدیم کرنل 3:3 رو برای اولین بار روی تصویرمون قرار دادیم. خب کرنلمون چیه؟ این چیزی که اینجا میبینیم، مقادیرش مشخص. میخوایم ببینیم که هر کدوم از ابعاد، هر کدوم از پیکسل های خروجیمون مقدارش چند میشه. خب کافیه که من بیام و حالا اون ماتریس هم رو قرار بدم. از اونجایی که ما اومدیم زیرو پدینگ رو اعمال کردیم، در نهایت خروجیمون هم ابعادش 5:5 خواهد بود. خب و این حواسمون به این قضیه باشه، یه ماتریس 5:5 داریم توی آوتپوت یا خروجیمون، قرار این رو پرش کنیم. خب میخوایم اولین درایش رو ببینیم چجوری به دست میاد. خودتون میدونید دیگه، کرنل همون ویتیه که شما توی نورال نتورک ها داشتید. اینجا توی CNN کرنل کار همون ویت رو انجام میده. خب چه اتفاق افتاده؟ WX اینپوت هامون که همون تصویرمون هست، همون پیکسل های تصویرمون هست، X هامون همون هست، W هم که همون کرنلمونه. می نویسیم با هم دیگه جمع میکنیم. خب بریم ببینیم کرنلمون داره روی تصویر اعمال میشه. -1 ضرب در 0 میشه. خب دارید می بینید دیگه، -1 ضرب در 0. من اینو برگردونم زیاد خط خطی نشه. خب -1 ضرب در 0 شد. میریم جلو، چه اتفاق افتاده؟ 0 ضرب در 0 که اینجا هست شده. به همین ترتیب 1 ضرب در 0 میشه. حالا میریم سطر بعدی. سطر بعدی چیه؟ -2. خب مقداری که اینجا داخل تصویرمون داریم براش 0. -2 ضرب در 0 میشه. 0 ضرب در 0 1 میشه، یکی که اینجا داریم، و به همین ترتیب 2 ضرب در 5 میشه. -1 میریم سطر بعدی دیگه، -1 ضرب در 0 میشه. 0 ضرب در 8 میشه و
در نهایت یک ضرب در 9 میشه. اینا رو مجموعشون رو به دست بیاریم میشه یک عددی 19. 19 عیناً میاد اینجا میشینه. خب این تازه درایه اول خروجیمون هست. به همین ترتیب میریم O12, O13 و الاخر رو به دست بیاریم. خب قراره کرنل ما روی تصویرمون حرکت کنه دیگه، درسته؟ ببینید چه اتفاق افتاده. ما گام حرکتمون 1 و 1 بود، خب بنابراین توی محور ایکس ها 1 واحد میریم جلو. خب میبینید این حالا مثلا رنگ کرنل رو مثلا کردم تغییر بدم، خب یه دونه رفته جلو. به همین ترتیب همونجوری که بالا دیدیم بعدی رو به دست میاریم، کرنل بعدی اعمال میشه، کرنل بعدی اعمال میشه تا زمانی که خب کل 5 تا درایه سطر اولمون به دست میاد. خب کرنل قراره بره سطر بعدی. ما گفتیم 1 و 1، یعنی 1 واحد در راستای x، 1 واحد در راستای y. چه اتفاقی میفته؟ زمانی که میخواییم تو راستای y حرکت کنیم یه واحد میاد پایین. دارید میبینید دیگه، من اینجا با یه آبی پررنگی نشونش دادم که مشخص شد اون همه رنگی کرده. یه واحد اومده پایین و به همین ترتیب مثل بالا حرکت میکنه روی تصویر و خب خروجیمون شده 28 مثلا واسه این کرده. همه این کار رو میکنید، اون خروجی کامل رو دارید الان میبینید. من مقدارش رو اینجا قرار دادم. خب و تمام. اون آبیه رو هم من جا نبوده، اینجا آمدم مقدارش رو گذاشتم چجوری به دست اومد. خب ما یه دونه خروجی الان داریم. این چیه؟ به این خروجی که شما به این ماتریکسی که اینجا دارید میبینید تخصصی چی میگن؟ بگید توی دیپ لرنینگ به این چی میگن؟ به این خروجی که الان به دست آوردید؟ فیچر مپ. دقیقا شما الان یه دونه فیچر مپ دارید برای کرنل اولیتون. خب حالا میخواییم بریم کرنل دوم رو روی تصویرمون اعمال کنیم. خب مثل قبل زیرو پدینگ رو باید اعمال کنیم که بالا اعمال کردیم، دیدیم، توضیح دادیم در موردش و بعد هم میریم سراغ کرنل دوممون. یه لحظه چکش هم کنیم که اشتباه نشه. بله، بالا کرنل هوریزونتال رو اعمال کردیم، الان داریم ورتیکال رو اعمال میکنیم. خب این کرنل هم به همون صورت روی تصویر اصلیمون حرکت میکنه، اعمال میشه و یه خروجی داره که میشه فیچر مپ دوم. بنابراین خروجی اولین لایه کانوولوشنیمون دو تا فیچر مپ هست که دارید میبینید. شما من اینجا براتون قرارشون دادم. خب این خروجی لایه اول. بریم سراغ لایه کانولوشنی دوم. قراره فیچر مپ های قبلی، خروجی های لایه قبلی بشن ورودی های لایه بعدی. بنابراین من باید کرنل هایی که از این به بعد دارم رو روی اون حالا روی فیچر مپ هایی که از مرحله اول به دست آوردم، از لایه اول به دست آوردم اعمال کنم. چه اتفاقی میفته؟ بریم ببینیمش. ما قرار بود 3 تا کرنل 1 در 1 رو مقداردهی کنیم و اعمال کنیم. خب قبل از اینکه بریم اعمال کنیم، چون توی صورت سوال گفته حتما از زیرو پدینگ استفاده کنیم، میریم زیرو پدینگ برای این مرحله رو محاسبه. خب میگیم زیرو پدینگ ما هست کا منهای 1. کا چی بود؟ تعداد حالا ابعاد اون کرنلمون. خب اینجا کرنلمون 1 در 1، کامون میشه 1 منهای 1 تقسیم بر 2 0 میشه. زیرو پدینگی اینجا عملا نداریم و 0، اون 0ی که بالا داشت دور تصویرمون اضافه میشد اینجا نیاز نیست اضافه بشه. حالا علتش هم چیه؟ علتش اینه که زمانی که اون کرنل 1 بعدی روی تصویرمون حرکت میکنه ما تغییر سایز نخواهیم داشت. خب بریم ببینیم. من اولی مثلا کرنلی که داشتم رو 1/10 مقدار دهی کردم.
یک دهم روی اون حالا تصویرم اعمال میشه، جلو میره و خب مقدارش مشخص میشه. بریم ببینیم مثلا یه رنگش درست 19 ضرب در 1/10 شده 1.9 دارید اینجا میبینیش 9 ضرب در 1/10 شده 9 همون عددهایی که تو کرنلمون داریم انگار فقط تو یه عددی ضرب شدن، اتفاق خاصی نمیفته. خب بعد از اون من دوباره همون رو ضرب در روش کرنل دومم رو کانف میکنم، کانوالو میکنم یه همچین چیزی. خب کرنل بعدی که مثلا مقدار دی کردم 2/10 خب 2/10 روی همون فیچر مپ اولم اعمال میشه و بعد 3/10 رو دارم، 3/10 هم روی فیچر مپ اولم اعمال میشه. خب برای فیچر مپ دومی هم دقیقا باید هر کدوم از این کرنل ها روشون اعمال بشه، یعنی اون فیچر مپ دومی که بالا داشتیم یک بار 1/10 روش کانوالو میشه، یک بار 2/10 و یک بار 3/10. خب اینجا یه قضیه رو متوجه شدید، مشکلی نیست، اگه سوالی دارید بپرسید. برای این اتفاق بود که تا اینجا برامون توی گام بعدی قرار ما مکس پول رو روی تصاویرمون اعمال کنیم. خب مکس پول می اومد چیکار میکرد بگید؟ خب تایشون می نویسن، من یه نکته رو بگم. شما زمانی که میخواید مکس پول رو روی تصویرتون اعمال کنید، یه اتفاقی که هست باید برید اون خروجیتون رو، مثلا اگه میخواید ماتریکسش رو، ابعادش رو به دست بیایید، چیکار میکنید؟ میگید که اون خروجی که در نهایت دارم، آوتپوتی که دارم برابر با این، حالا مثلا تصویری که روش حالا من اسمشو گذاشتم W داره مکس پول اعمال میشه، ابعاد اون منهای ابعاد مکس پول هم تقسیم بر تعداد گام و علاوه یک. حالا این حدی هم که داره، یعنی حد پایین، یعنی به سمت پایین رو میشه. چه اتفاق افتاده؟ 5 منهای 2 شده، چون اینجا 5/5 W بین اشاره داره. خب منهای مکس پولمون هم 2/2. خب منهای 2 پس میشه تقسیم بر 1 که میشه 3/1.4. پس این حالا خروجیمون 1/4/4. خب درست هم مرکز دقیقا خروجیمون رو تعداد ابعاد ماتریسش رو به دست آوردیم، 4/4. مکس پول هم که چیکار میکنه؟ میان یک کرنلی رو روی تصویرمون قرار میده، بهتره بگیم یک ویندو یا پنجره رو روی تصویر قرار میده، چون پنجره هر عددی که بزرگتر باشه رو توی خروجی به ما میده. ببینیمش. اولین بار مکس پولمون اعمال شده 1.9، 9/10، 2.8 و منهای نیم رو داریم توی اون پنجره حالا مکس پولمون میبینیم. کدوم ماکسیمومه؟ خیلی مشخصه که 2.8. برای خروجی این اولین بار میشه 2.8. توی بعدی 9/10، منفی 9/10، منفی نیم و منفی 1.9 رو داریم که بزرگترینش ماکسیمومش میشه 9/10 اینجا قرار میگیره. خب به همین ترتیب اتفاق میفته تا همه اینها پوشش داده میشه. توی صورت سوال تا جایی که میدونم برای مکس پول هم گفته شده بود که گام حرکت 1 تا 1 1 و 1. حالا یه لحظه چکشم بکنیم. اینجا میبینید گفته که گام حرکتمون 1 و 1، بنابراین باید یه دونه یه دونه روی تصویر جا به جا بشیم. خب اینم از این، خروجیمون شد این. همین اتفاق روی همه فیچر مپ هایی که اینجا داشتیم، یعنی
این این توی ادامه این این و این رخ میده. یعنی رو همه اینها ما میریم به همین صورت مسبور رو اعمال میکنیم. و حالا این چیزی که مهمه اینه که ما باید حواسمون باشه که در نهایت خروجی لایه کانولوشنه دوممون 6 تا فیچر مپ که دارید اینجا 6 تا رو میبینید و خب دیگه بلدید از اینجا به بعدش چه اتفاقی میفته. همه اینها فلت میشن. چجوری فلت میشن؟ مثلا اولین فیچر مپ رو نگاه کنید، 2/8 میاد اول بعد 9/10 بعد 1.5 بعد 1.5 سطر اول که تموم شد میریم سراغ سطر دوم 2/8 و همین ترتیب تا یه جایی میرسیم به 1.6 درسته اینجا. بعد بلا فاصله فیچر مپ بعدیمون قرار میگیره، میبینید 5/6 از اینجا فیچر مپ بعدیمون شروع میشه. اینجوری هم یه حالا تمام اون فیچر مپ هایی که داریم فلت میشه. دیدید دیگه توی معماری های کانولوشنی مثلا الان اگه اینو توی تصویر میدیدید خروجی مثلا آخرین لایه‌تون این شکلی میشد. 6 تا از اینا رو فکر کنید، اینا 6 تاست. 6 تا از اینها روبروی همدیگه حالت 6 تا صفحه قرار میگرفت و بعد وارد میشد که اینجوری فلتن میشد. زمانی هم که فلت میشد، خب شما به ازای هر کدوم از این حالا چیزایی که فلت شده در اصل یه دونه نورون خواهید داشت، درسته؟ و بعد از اون نورون ها یه سری حالا مثلا ویت در نظر گرفته میشه. مثلا اگه مثلا اون باینری باشه یه دونه حالا آوتپوت داریم، یه دونه نورون آوتپوت داریم. اگه هم که چند کلاسه باشه چند تا داریم. موردی هست؟ براتون مفهوم بود این قضیه؟ فکر کنم چیز خاصی داشته باشه. امیدوارم که هفته آینده خیلی خوش بگذره بهتون. موفق باشید مثلا میشه.